به صورت کلی فکر میکنید که هنرمندانی مثل شما چگونه میتونن به بازتاب درخواست ها و مطالبات مردم ایران کمک بکنن؟ واقعا نقش اونها سینماگران، فیلمسازان در این برهه حساس چی میتونه باشه؟ من فکر میکنم هنرمند جدا از جامعه نیست، هنرمند یک جزوی از جامعه است و مثل یک گوش و چشم جامعه میمونه. فقط زودتر ممکنه به خاطر حساسیتش احساس کنه اتفاقاتی که داره میفته و اونو زودتر ثبت کنه برای آینده، ولی هنرمند هم جزوی از دریای مردمه. من از الان دارم آقای خامنه ای رو به خاطر همین میبینم که به زودی دچار همون اتفاقی میشن که داستان همون آدم های هیتلر ها، صدام ها، تاریخ داستان آقای خامنه ای و آقای احمدی نژاد رو نوشته. و چون ما مردم با دست خالی داریم میجنگیم، ولی این آقای خامنه ای و آقای احمدی نژاد دارن با تفنگاشون میجنگن. من به زودی از همین الان میبینم که آقای خامنه ای و آقای احمدی نژاد جلوی 70 میلیون آدم با دو تفنگ وایسادن. ما داستان ما را مردم تاریخ نوشته از قبل، داستان ما مردم آزادی خواه رو. فکر میکنم میتونم خیلی ساده خلاصه کنم تو شعر خانم رهنورد که حتما آقای خامنه ای این شعر رو شنیدن، که میگه گرک ها خوب بدانند در این ایل غریب، گر پدر مرد تفنگ پدری هست هنوز، گرچه مردان قبیله همگی کشته شدند، توی گهواره چوبی پسری هست هنوز. آقای خامنه ای نداها رو کشتی، افکار نداها رو چی کار میکنی؟ آقای احمدی نژاد منو از ایران بیرون کردی، خبرنگارا رو بیرون کردی، 70 میلیون مردم شجاع رو با موبایل هاشون چی کار میکنی؟ آقای احمدی نژاد، آقای خامنه ای توبه کنید، به صف مردم بگردین، این لباس خونیتون رو درارین و این پارچه سبز رو بندازین. مردم ایران بزرگوارتر از این حرفان، شماها رو میبخشن، به صف مردم بیاین. ما دنبال آزادی مونیم، دنبال انتقام گرفتن از شما نیستیم. خانم محمد باف، یکی از اون جنبه هایی که در رابطه با رویدادهای اخیر ایران بسیاری بهش اشاره میکنن حضور فعال و پررنگ دختران جوان و زنان ایرانی هست که شما هم خب در قسمتی از صحبتاتون به اون اشاره کردید. فکر میکنید چه دلایلی داره؟ چرا این بار زنان نقش پررنگ تری دارن و ما حضور گسترده اونها رو هم میبینیم در همین اعتراضات؟ در واقع من فکر کنم تو این 30 سال انقلاب به زنها به خاطر قانونهای مرد سالارانهی که وجود داره دو برابر مردها فشار اومده و من یه جوری این جنبش سبز رو جنبش این جنبش میمونم که یه ریاکشن به این فشارهایی که 30 سال به مردم اومده و حالا ما داریم این فشارها رو پس میزنیم. به خاطر اینکه زنهای ایران بهشون دو برابر مرد تا فشار اومده، خب دو برابر این فشار رو پس میزنن و خیلی جاها میبینیم که حتی زنها پررنگتر از مردها حضور دارن توی این عرصه، توی این فعالیت. و من فکر نمی‌کنم تنها دلیلش این باشه، دلایل دیگه هم داره. خب سیاست معمولا همیشه با خشونت همراه بوده، ولی جنبش سبز یک جنبشه که خیلی مسالمت آمیزه و صلح آمیزه و این باعث شده که زنها بتونن، چون زنها خیلی با خشونت مسئله دارن، شاید بتونن راحت‌تر حضور پیدا کنن تو این جنبش. بله صدای شما رو داریم. اتفاقا این رو من بس بدم، گسترشش بدم به درخواست‌های واقعی مردم بپردازیم. شما فکر میکنید بعد از این سرکوب خشن حکومت که متاسفانه باعث کشته و زخمی شدن بسیاری شد و گروهی هم در زندان هستند، آیا این اعتراضات میتونه متوقف بشه؟ چه آینده‌ای رو براش پیش بینی میکنید؟ من در مورد زنها یه چیز دیگه هم اضافه کنم. من فکر کنم این روزها زنها دارن هویت خودشونو میسازن و دارن دوباره یک داستان جدید برای زندگیشون درست میکنن، یه سرنوشت جدید. این جنبش سبز به ما زنها اجازه داده این بار سرنوشتمون رو با رنگ سبز بنویسیم. در مورد اینکه آیا این امیدها سرکوب میشه یا نه، من فکر نمی کنم با این سرکوب‌های کوچک، این امیدی که ما قبل از انتخابات و تا بعد از و حتی به همین امروز میبینیم به همین زودی ها تموم بشه. ما مردم آزادی خواه دنیا، آزادی برامون مثل نون میمونه برای مردم دنیا و تا بهش نرسن و تا ما مردم درخت سبزمون رو نکاریم،
از آزاد دست از آزادی بر نمی‌داریم. شاید این آقای خامنه‌ای و احمدی نژادن که باید اسلحه هاشونو کنار بذارن و پیش ما بیان و یا مجبورن، من نمیدونم، یه سرنوشتی همچون هیتلر و آقای صدام برای خودشون برگزینن. شما فکر میکنید ساخته شدن فیلم‌های مثل روزهای سبز یا آثار مشابهی که به یه نوعی میپردازه به همین وقایع و رویدادهای ایران چه تأثیری بتونه در افکار عمومی جهان داشته باشه؟ چگونه این روایت و داستان منتقل میشه به مخاطبین غیر ایرانی؟ خب در واقع الان چندین ساله که مردم دنیا فکر میکنن که صدای مردم ایران صدای احمدی نژاده، در صورتی که صدای مردم ایران توی گلو خفه شده و اجازه این که ما خودمون رو ابراز کنیم داده نمیشه. خب ما میتونیم نشون بدیم، من با همراه این فیلم که توش سعی کردم واقعیت مردم ایران رو بگیرم و حتی موزه های خودم رو واردش نکنم، بعضی جاها که حتی میبینیم طرفدارهای آقای احمدی نژاد میان حرف میزنن و از خودشون ممکنه دفاع کنن، و سعی کردم تمام این واقعیت رو که یه تیکه از واقعیت مردم ایرانه، از این دریای پرشکوه ایرانه رو مثل یک قطره با خودم به جشنواره ها ببرم و این صدای مردم ایران رو به مردم دنیا برسونم. فکر کنم هنرمندها چند هستن، من ترجیح میدم جزء هنرمندهایی باشم که جزو گروه مردم میشینن و همون جایی حضور دارن که مردم کشورشون حضور دارن. خود شما از این جشنواره هایی که ذکر کردیم فیلم درش اکران میشه شرکت میکنید؟ به جایی سفر میکنید ظرف هفته های آینده؟ بله، من سعی میکنم تا اون جایی که میتونم به همراه این فیلم برم و این سبز رو به همه جای دنیا گسترش بدیم. فکر میکنید که به صورت کلی انتظار نمایش این فیلم به صورت گسترده وجود داشته باشه؟ یا دیویدی میشه یا شبکه های تلویزیونی دیگری همون رو پخش خواهند کرد؟ همونجوری که گفتم هفته آینده که در جشنواره ونیز این فیلم نمایش پیدا میکنه، من تصمیم گرفتم که این فیلم رو توی یکی از کانال‌های ماهواره‌ای برای مردم ایران نمایش بدم که همه بتونن ببینن خودشون رو، اون آینه‌ش مثل اون آینه‌ای که گفتم، و برای اینکه دوباره امیدوار بشن و به یاد بیارن اون امیدشون رو و برای روزهای آینده برای ادامه مبارزمون آماده بشیم و این درخت سبز رو بکاریم. خانم و همه و اخبر باف از شرکتون در برنامه شب آهنگ سپاسگزارم. امیدوارم شب خوبی در پاریس داشته باشید. مرسی از شما. با سپاس.